هرچقدر که به سالهای طلایی عمرتون نزدیکتر میشید، مراقبت از قلبتون به یک امر ضروری تبدیل میشه. با فراگیر شدن غذاهای فراوری شده و سبک زندگی شهرنشینی، بیماریهای قلبی به یکی از دلایل اصلی مرگ تبدیل شدن. اما خبر خوب اینه که تغییرات کوچیکی در رژیم غذایی شما میتونه تأثیرات زیادی روی قلبتون بذاره. امروز ما به بهترین مواد غذایی تاثیرگذار در سلامتی بدن در سنین 50 سالگی نگاهی میندازیم. این مواد مفید میتونن کلسترول شما رو کاهش بدن و خطر بیماری‌های قلبی رو کمتر کنن و سلامت کلی قلب شما رو افزایش بدن. انار بهترین دوست قلب شماست. این میوه مغذی پر از آنتی اکسیدان ها و پالی فینول هاست که از قلب شما محافظت میکنن. تحقیقات نشون دادن کسانی که به طور منظم آب انار می نوشند نسبت به بقیه افراد قلب سالمتری دارند. انار باعث بهبود فشار خون و پایین آوردن کلسترول میشه و فشار خون بالا رو در افراد کاهش میده. این میوه پر از مواد معدنی مورد نیاز و ویتامین هاست، مثل ویتامین C، پتاسیم و فولیت. ویتامین C نوعی آنتی اکسیدانه که برای محافظت از قلب حیاتیه و از دلایل اصلی بیماری های قلبی مثل التهاب و گرفتگی شاهرگ های قلب جلوگیری میکنه. همچنین به بدن کمک میکنه تا آهن جذب کنه که برای تولید گلبول های قرمز سالم حیاتیه تا بتونن اکسیژن را به قلب برسونن. پتاسیم موجود در انار برای قلب بسیار مهمه، چون با متعادل کردن تاثیرات سدیم بر بدن فشار خون رو تنظیم میکنه. همچنین پتاسیم به عضلات قلب کمک میکنه تا بازتر بشن و ضربان منظمتری داشته باشن. فولیت که به نام ویتامین B9 شناخته میشه برای قلب بسیار مهمه، چون به کاهش دادن میزان هوموسیستین کمک میکنه. هوموسیستین آمینو اسیدیه که میتونه به لایه‌های درونی رگ‌های خونی آسیب بزنه و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو افزایش بده. فولیت یا ویتامین B9 هم به بدن کمک میکنه تا گلبول‌های قرمز سالمی تولید کنه که اکسیژن رو به قلب و بقیه ارگان‌ها برسونن. پس دفعه بعدی که کمی ناآرام بودید، یک لیوان آب انار به جای قهوه بنوشید تا قلبتون از شما تشکر کنه. دانه‌های چیا. دانه‌های چیا پر از فیبر و اسیدهای چرب امگا 3 و آنتی اکسیدان‌ها هستند که برای سلامت قلب ضروریه. همچنین التهاب و میزان کلسترول رو کاهش میدن و فشار خون شما رو بهبود میبخشن. یکی از تحقیقات نشون میده افرادی که دانه های چیا رو به رژیم غذاییشون اضافه کردن به طرز قابل توجهی سلامت قلب بیشتری داشتن. اما بیشتر از اینها، دانه های چیا قابلیت اینو دارن که مایعات رو جذب کنن و بزرگتر بشن. به همین علت میتونن شما رو در زمان طولانی تری سیر نگه دارن و از پرخوری جلوگیری کنن. پس همزمان میتونید وزن خودتون رو مدیریت کنید و قلب سالمتری هم داشته باشید. به غیر از فواید اونها برای قلب، منبع خوبی از پروتئین هم هستن که اونها رو تبدیل به یکی از بهترین گزینه‌ها برای قرار دادن در رژیمتون میکنه. اونها به راحتی به اسموتی، ماست یا حتی آب آشامیدنی قابل اضافه کردن هستن. شماره بعدی گوجه ها. آنتی اکسیدانی فوق‌العاده به نام لایکوپین گوجه ها رو به یک ماده غذایی مفید برای قلب شما تبدیل میکنه. لایکوپین باعث رنگ قرمز و براق گوجه ها میشه که از قلب شما محافظت میکنه و خطر ابتلا به بیماری های قلبی رو کاهش میده. در یکی از مطالعات پی بردن که مصرف 7 وعده غذایی که با گوجه درست شده باشه در هر هفته میتونه خطر ابتلا به بیماری های قلبی رو تا 30% کاهش بده. همچنین گوجه ها میتونن فشار خون و میزان LDL یا کلسترول بد رو کم کنن و باعث بهبود عملکرد لایه های درون رگی بشن. با پختن گوجه ها میتونید جذب لایکوپین رو در بدنتون افزایش بدین. سرخ کردن گوجه ها در روغن زیتون میتونه اونها رو برای سلامت قلبتون مفیدتر کنه. پس حتما سس گوجه خانگی درست کنید تا غذاهای خوشمزه تر و مغذی تری میل کنید. و شماره بعدی چای سبز ماچا است. این چای دارای آنتی اکسیدان های خاص به نام کتکین هاست که جریان خون رو در قلب بهبود میبخشه و به غیر از این چای سبز ماچا دارای ماده التیانینه، نوع آمینو اسید که باعث آرام شدن شاهرگ های قلب و پایین آوردن استرس میشه.
بر اساس نوعی تحقیق، افرادی که 1 تا 3 فنجان در روز از این نوع چای سبز می نوشند، در مقایسه با افراد دیگه احتمال کمتری نسبت به حملات قلبی یا سکته دارند. چای سبز ماچا همچنین جایگزین خوبی برای قهوه هم هست، چون کافئین کمتری داره و همینطور می تونه دقت ذهنی و انرژی شما رو بالا ببره. وقتی که کافئین چای سبز ماچا در جریان خون شما آزاد میشه، سبب انرژی طولانی مدت‌تر و لذت بخشتری میشه. پس چه به عنوان نوشیدنی صبحانه یا برای خستگی در کردن در طول روز، میتونید از خواص اون برای سلامت نگه داشتن قلبتون استفاده کنید و از تأثیرات آرام بخش التیانین لذت ببرید. خب، شماره بعدی کلمه کیله. این کلم نوعی از سبزیجات چلیپایی محسوب میشه که پر از ویتامین ها و مواد معدنی و آنتی اکسیدان هاست و مقادیر زیادی از این ماده ها رو داره که به کاهش حملات قلبی کمک میکنه. کلم کیل سرشار از فیبرهای خوراکیه که میتونه مقادیر کلسترول رو کاهش بده. این نوع کلم همچنین دارای آنتی اکسیدان های زیادیه، مثل بتا کاروتین، ویتامین سی و کوئرستین، که از قلب شما در برابر تخریب رادیکال های آزاد جلوگیری میکنه. این آنتی اکسیدان ها التهابات رو کمتر میکنن و خطر ابتلا به بیماری های قلبی رو کاهش میدن. یافته ها نشون دادن کسانی که از سبزیجات سبزی مثل کلم کل تغذیه میکنن، 16% ریسک ابتلا به بیماری های قلبی رو در خودشون کم میکنن. این نوع کلم بسیار پرکاربرده و ازش میتونید در سالادها، سوپها و اسموتیها استفاده کنید یا اونها رو سرخ و بخارپزشون کنید. مورد بعدی، ماهی های چرب. ماهی های روغنی مثل سالمون، تون و مکریل منابع فوق‌العاده‌ای از اسیدهای چرب اومیگا 3 هستند که برای قلب فواید زیادی دارن، مخصوصاً برای افراد بالای 50 سال. اسیدهای چرب اومیگا 3 موجود در این نوع آبزیان میتونه از بیماری‌های قلبی که بر اثر افزایش سن به وجود میان جلوگیری کنن. مصرف مداوم روغن‌های چرب ماهی به طور منظم میتونه فشار خون و التهاب رو کاهش بده و عملکرد رگ‌های خونی رو بهبود ببخشه. یعنی تمام چیزهایی که برای سلامت قلب ما مفید هستن. یکی از تحقیقات نشون داده افراد مسن‌تر که اومیگا 3 بالاتری در خونشون دارن تا نزدیک 30% خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف و تا 35% خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو کاهش دادن. این چربی بیشتر در غذاهای دریایی یافت میشه. دانشمندان خون 2700 فرد آمریکایی با 65 سال یا بیشتر رو مورد آزمایش قرار دادن. اونها پی بردن 3 تا از چربی‌های اومیگا 3 هستن که خطر ابتلا به بیماری‌ها رو کاهش میدن. دوکاسا هکساینویک اسید یا DHA که از همه بیشتر به کاهش مرگ توسط بیماری سرخ‌رگ‌های کرونری مربوط میشه. این تحقیق همچنین نشون داده زمانی که افراد کم کم مصرف خودشون رو به 2 وعده ماهی در روز رسوندن، مقدار خون اونها هم بسیار افزایش پیدا کرد. علاوه بر فوایدی که ماهی‌های چرب دارن، منبع بزرگی برای پروتئین هم هستند که برای نگه داشتن بافت‌های عضلانی در زمان پیری بسیار مفیده. همینطور پر از ویتامین دی هم هستند که برای سلامت استخوان‌ها مفیده و میتونه برای سلامت قلب هم فوایدی داشته باشه. متاسفانه حملات قلبی میتونه مخفیانه هم رخ بده، اما نشانه‌هایی هست که اگر بهشون توجه کنید میتونن شما رو نجات بدن. پس کلیپ مربوط به این نشانه ها رو حتما در این ویدیو تماشا کنید.